بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران از قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا در خدمت شما خوبان هستیم. کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به صورت شبانه روزی در حال رصد آسمان الهی ایران عزیز هستند و از اون محافظت می کنند. بر اساس برنامه‌های مدون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، چندی پیش رزمایش مشترکی بین قرارگاه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. دعوت می‌کنم به گوشه‌ای از فعالیت‌های انجام شده در این رزمایش در این مستند توجه بفرمایید. اجرای تمرین‌های نظامی طبق برنامه‌های مدون یکی از اصول حفظ آمادگی و تقویت قدرت بازدارندگی بر اساس دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران است و گستره مرزهای کشور و الزام حفاظت از پهنه آسمان ضرورتی برای برگزاری تمرین‌های دفاع هوایی با برنامه‌های از پیش تعریف شده است. بر این اساس رزمایش مشترک پدافند هوایی ولایت با همکاری قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش و نیروی هوافضای سپاه پاسداران در مناطق پدافندی مرکز، شرق و شمال شرق کشور برگزار شد تا آمادگی و قابلیت‌های دفاع هوایی در شرایط خاص و در پاسخ به تحرکات تروریستی در شرایط سخت بررسی شده و ارزیابی آمادرسانی رزمی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های آفند و پدافند هوایی نیروهای مسلح مورد نظارت قرار گیرد. برای اجرای عملیات واقعی و بررسی توان رزمی یگان‌های حاضر، نیروهای مهاجم در قالب گروه نارنجی و استقلال عملکرد 360 درجه با جنگنده‌ها و بخشی از سامانه‌های جنگان ارتش و سپاه در مقابل نیروهای پدافندی با توان یگان‌های مدافع هوایی، پایگاه‌های شکاری نهاجا و پهپادهای پیشرفته قرار گرفتند. بهره‌گیری از انواع شیوه‌های نوین و با بهره‌گیری از ابتکارات و خلاقیت‌هایی که ما در تاکتیکامون انجام میدیم، استعداد دارید که وقتی ما در حوزه تهاجمی و تدافعی صحبت می‌کنیم، تقابل تاکتیک‌ها هستش که حرف اول و آخر رو میزنه. این که حالا ما بگوییم یک کشوری و یا یک سیستمی و یا یک سامانه‌ای فناوری بالاتری داره، تحت شرایط این بحث برتری کار رو نخواهد داشت، بلکه تقابل تاکتیک‌ها هستش که در میدان و صحنه نبرد حرف اول و آخر رو میزنه که ما در تمرینات تاکتیکی خودمون و در تمرینات رزمی خودمون که در تقویم سالیانه خودمون برنامه‌ریزی می‌کنیم به این شیوه‌ها و به این نکته‌ها توجه خاصی رو داریم. در این رزمایش تمرین مشترک دفاع هوایی با وحدت فرماندهی تخصصی در ارتقاء اشراف اطلاعاتی و توان شبکه یکپارچه فرماندهی برای کنترل و طرح‌ریزی عملیات، کشف و مقابله با تهدیدهای هوایی ناهمتراز، ارزیابی عملکرد یگان‌های پهپاد و سامانه‌های جنگال، توسعه استقلال تاکتیکی در شرایط بحران و تهدیدات نوین هوایی در کشور پیاده سازی و اجرا شد. در این رزم نفسگیر از کلیه تجهیزات و روش‌های جنگال برای مقابله با تهاجم دشمن بهره برداری شده و انواع سناریوهای غیر مترقبه با ارزیابی فرماندهان ارشد مورد ارزیابی قرار گرفت تا پوشش و تأمین امنیت آسمان کشور با طیف گسترده‌ای از سامانه‌های موشکی از جمله S-300 قرارگاه پدافند هوایی ارتش و سوم خرداد هوافضای سپاه پاسداران و انواع سیستم‌های توپخانه‌ای و دوش پرتاب در ارتفاع کم، متوسط و بلند کامل شود. در صحنه این رزم دفاع هوایی یکی از بزرگترین ساختارهای پشتیبانی لوجستیک نظامی متشکل از استقرار سری، آماده سازی یگان‌ها، تقویت مراکز فرماندهی و کنترل و ایجاد ارتباطات چند لایه و امن در گسترش جنگ‌افزارهای پیشرفته و بومی در چتر تأمین حفاظتی برای سامانه‌های حساس با موفقیت کامل انجام شده
و فعالیت سامانه‌های شنود الکترونیکی با استفاده از پهپادهای شناسایی و سیستم‌های جمع‌آوری سیگنالی برای اشراف اطلاعاتی لحظه‌ای در اختیار فرماندهان قرار گرفت و برای ایجاد شرایط رزم واقعی، شلیک‌ها و پروازهای سیال و بدون پیش‌بینی از طرف نیروهای مهاجم انجام شد تا سامانه‌های پدافندی کار کردی مطابق با رزمهای واقعی ناهمتراز را تجربه کنند. از نظر کارشناسان نظامی، حمله هواپیماهای راهبردی همزمان با تهاجم موشک‌های بالستیک یکی از سهمگین‌ترین صحنه‌های نبرد هوایی را رقم می‌زند که در این رزمایش با استفاده از سامانه‌های تاکتیکی فکور و مرفوک با فرماندهی و کنترل عملیات تحت هماهنگی شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور، عملیات کشف، شناسایی و درگیری با این تهاجم سنگین با استفاده از جنگ‌افزارهای ارتفاع بلند در واقعی ترین شرایط انجام شده و قابلیت‌های جدید از سامانه‌های دفاعی کشور از جمله S-300 به نمایش دارد. همزمان با برگزاری این رزمایش، گستره خدمات بهداشت و درمان با حضور تیم‌های پزشکی قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا در مناطق محروم فراهم شده و یگان‌های پزشکی مستقر در مناطق عملیاتی خدمات مورد نیاز مردم منطقه شامل 2000 ویزیت تخصصی در بخش‌های دندان پزشکی، عمل‌های سرپایی، پایش سلامت و خدمات مورد نیاز را در بیمارستان‌های سیار انجام دادند. در یک کلمه آدم بتونه اونا رو توصیف کنه، من خودم قادر نیستم، ولی اینکه مردم آدم می‌بینه، از پیر جوان از صبح زود اومدن و انتظار کشیدن که ما کمکی به اونا بکنیم و با افتخار و غرور میتونم بگم که ما این کارو تونستیم بکنیم. خدمات دندون پزشکی، خدمات پزشکی در قالب‌های مختلف، و این کارمون هم انشالله ادامه داره و بتونیم که بازم به این مردم که صاحبان اصلی انقلاب هستن کمک کنیم، باعث افتخار بنده و همکاران بنده است. ایجاد همافزایی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های آفند و پدافند هوایی نیروهای مسلح کشور، هدایت و فرماندهی عملیاتی سامانه‌های عملیاتی تحت نظارت قرارگاه‌های مرکزی و تاکتیکی، اجرای سبک‌های جدیدی از عملیات‌های پدافندی در مقابله با تحرکات تروریستی منطقه و مهمتر از همه پایایی و آمادرسانی سیستم‌ها در شرایط سخت در این رزم دفاعی مورد ارزیابی قرار گرفت تا دلیلی برای آرامش و افزایش قدرت بازدارندگی ایران اسلامی باشد. همراهان عزیز و ارجمند، امیدوارم که این مستند مورد توجه شما